در آشپزی هر عطر طعم یه حکایت یه داستان لذیذه. تو آشپزخونه هم هر قدم یه مهارته، هر خوشمزه یه رنگه و هر ترکیب یک طعم فراموش نشدنیه. همونجور که حرفای یک نوازنده حکایت از زمین بوده، آشپزی هم با هر حرکتی، با هر مزه‌ای داستانی از عشق و هماهنگی با طعم زندگی رو به ما میگه. سلام دوستان، بنفشه سیف هستم. از گروه حرفه پخت و پز در خدمت شما عزیزان هستم با انواع غذاها، دسرها و کیک‌های حرفه‌ای. برای دنبال کردن ما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که همیشه از آموزش‌های ما مطلع بشید. دوستان و همراهان همیشگی ما، به کانال خودتون خوش اومدید. با آموزشی دیگر از پکیج گاز در خدمتتون هستیم. امیدوارم که از این آموزش جذاب و خوشمزه خوشتون بیاد. بریم با هم درستش کنیم. وقتی که گاز آماده شد، در این مرحله 2-3 دقیقه بیشتر روی حرارت میذاریم تا گاز سفت‌تر بشه. فقط خیلی سفت نشه که در نهایت گاز خشکی به دست میاد. گاز رو از رو حرارت برمیداریم، روی سطحی آرد پاشی شده میذاریم. روی خمیر گاز اگر چسبنده هست کمی آرد میپاشیم. کمی خمیر رو ورز میدیم که یک دست بشه. از خمیر گلوله هایی به اندازه گردو برمیداریم و گرد میکنیم. وسط خمیر رو یه حفره ایجاد میکنیم و یک مغز تست شده دلخواه میذاریم. میتونه بادام، پسته یا فندق باشه. گاز رو دوباره گردش میکنیم. حالا داخل پسته خرد شده میغلطونیم و خوب فشار میدیم تا پسته ها به گاز بچسبه. ما میتونیم داخل ترافلا رو هر فیلینگ دیگری که دوست داشتیم بذاریم، یا از فیلینگ پسته عسلی که در آموزش قبلی داده بودم بذاریم، یا مایه سوهان، یا هر فیلینگ دلخواه دیگری که دوست دارید. حتی میتونیم بدون فیلینگ هم درست کنیم. دوستان، از این نظر گفتم که 2-3 دقیقه بیشتر حرارت ببینه که وقتی گردش کردیم اون حالت گردی ترافل از بین نره و فرم خودش رو حفظ کنه. بعد به صورت دلخواه میایم ترافلا رو تزیین میکنیم. کمی عسل یا از همون فیلینگ پسته عسلی رو بالای ترافلا میمالیم و داخل پودر پسته سبز میغلطونیم، یا پودر بادام تست شده یا حتی پودر گل محمدی. اینم سلیقه‌ای هستش، هرچی که دلتون میخواد میتونید انجام بدید. برای نگهداری گازها همیشه داخل ظرف دربدار که هوا نفوذ نکنه میذاریم تا تر و تازه و نرم بمونه، چون گاز در مجاورت هوا زود خشک میشه. ترافل گاز بسیار خوشمزه، زیبا و لاکچریه. با کمی خلاقیت میتونیم گاز رو به شکل‌های متفاوت درست کنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهی کردید. ممنون میشیم که ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. و اگر تا الان سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید تا همیشه از آموزش‌های جذاب، متنوع و حرفه‌ای کانال پخت و پز مطلع بشید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تا دیدار دوباره شما عزیزان، خدا نگهدار. حالا بریم این خوشمزه بی‌نظیر رو امتحان کنیم. واو، خیلی خوشمزه است. بی‌نظیره. پیشنهاد می‌کنم حتما امتحانش کنید.